خب بچه ها، مهمترین بخش در پایه دهم مثل سالهای گذشته متنخانی و ترجمه عبارت ها هستش. همونطور که میدونید مهمترین بخش توی ترجمه هم ترجمه فعل ها هستش. ما در سالهای گذشته فعل ماضی، مضارع، امر رو به طور کامل خوندیم و باید اینها رو بتونیم از همدیگه تشخیص بدیم و در عبارت درست ترجمه بکنیم. فعل ماضی رو ما میتونیم به صورت ماضی ساده و یا ماضی نقلی ترجمه بکنیم. فعل مضارع رو هم میتونیم به صورت مضارع اخباری ترجمه بکنیم. فعل امر رو هم که تشخیصش رو از ظاهر خود اون فعل میتونیم تشخیص بدیم. این قضیه رو توی ذهنمون بسپریم و بیایم درس اول رو با همدیگه شروع بکنیم. درس اولمون در متنش در مورد یک شعر هستش که شخصی به نام رصافی که عراقی الاصل هستش ولی پدر کردی و مادر ترکمانی داره، این شعر رو سروده در مورد اوصاف الهی. شعر بسیار زیباییه، همراه باش که با هم دیگه هم ابیات این شعر رو بخونیم به عربی و همین که ترجمهش رو با هم ببینیم و ترجمهش رو کلمه به کلمه با هم دیگه ترجمه بکنیم. اسم این شعر ذاک هو الله هستش. ذاک یعنی آن، قبلا ذالک رو داشتیم. ذالک مثل ذاک همین معنی رو میده، یعنی آن. بعد هو الله، او خداست. دیگه در ترجمه خیلی بد هستش که بگیم آن او خداست. این اویی که اومده دوباره برمیگرده به همین آن، پس بهش در اصطلاح میگیم این تأکیده. تأکید رو میتونیم یا ترجمه هیچ وقت نکنیمش یا اینکه اگرم خواستیم ترجمه کنیم لفظ همان رو به کار میبریم. من پس در ترجمه این تیتر درسمون میتونم بگم آن خداست یا بگم آن همان خداست. پس تیتر این شعر ذاک هو الله، آن همان خداست. بیت اول: انظر لتلک الشجره ذات الغصون نظره. ترجمه رو ببینیم. به آن درخت که دارای شاخه های تر و تازه است نگاه کن. کلمات جدید درس رو به یه رنگ دیگه ای مشخص کردیم. ذات به معنی دارای، غصون یعنی شاخه ها، جمع مکسر غصن، و نظر هم به معنی تر و تازه هستش. حالا بیاییم با هم دیگه کلمه به کلمه ترجمه کنیم بچه ها. به آن درخت که دارای شاخه های تر و تازه هستش انظر، نگاه کن. یک شاخه رو متصور بشید که دارای شاخه های تر و تازه هستش. کیف نمت من حبتن و کیف صارت شجره، که چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد. کلمه جدید نمت یعنی رشد کرد. حالا کلمه کلمه ترجمه کنیم. کیف چگونه از دانه ای نمت رشد کرد و کیف صارت شجره و چگونه درختی شد. دقت بکنید، یک درختی رو در نظر بگیرید که از ابتدا یک دانه بوده، رشد کرده و یک نهالی شده و تبدیل به درختی شده. اینو در قالب یک شعر بسیار زیبا داره بیان میکنه آیه رصافی. فبحث و قل من ذا الذی یخرج منها الثمره. پس جستجو کن و بگو این کیست که از آن میوه بیرون میآورد، یعنی پدید می آورد. کلمات جدیدش رو نگاه کنیم. قل یعنی بگو، فعل امره چون آخرش مجزوم شده، مشخصه، ساکن اومده. یخرجو هم فعل مضارع ما هستش که آخرش معلومه ضمه اومده، فعل مضارع است، یعنی بیرون می آورد. حالا کلمه به کلمه با هم دیگه ترجمه بکنیم. فبحث، پس جستجو کن، فعل امره آخرش ساکنه، پس جستجو کن و قل و بگو منزل لذی رو با همدیگه ترجمه میکنیم. این کیست که،
من زا، زا یعنی همون هازا یعنی این، من که کلمه پرسشیه، کیست چه کسی است، با همدیگه ترجمهش کردیم شدش این کیست، الذی هم که وسط جمله است میشه که. یخرج من هالثمره، از آن میوه را بیرون می آورد. بیرون آوردن میوه یعنی این که از اون دانه داره میوه ای رو پدید میاره. به خاطر همین نکته رو ما داخل پرانتز نوشتیم که خوب این بیت رو متوجه بشیم. چه کسیه که این قدرت رو داره از اون دانه میوه ای رو بیرون می آوره؟ ونظر الی الشمس التی جذوتها مستعره، و به خورشیدی که پاره آتش آن فروزانه است نگاه کن. کلمات جدیدش جذوه به معنی پاره آتش، مستعره هم یعنی فروزان. حالا کلمه به کلمه ترجمهش کنیم. و به خورشید که پاره آتشش فروزانه است انظر نگاه کن. بعد از اینکه به دانه نگاه کردیم که چه شکلی، به درخت نگاه کردیم که از یک دانه رشد کرد و شد درخت، از اون شاخه ها میوه هایی به دست اومد، پدید آمد، حالا شاعر داره به ما میگه که نگاه بکن به خورشید. به چه قسمتی؟ میگه به نگاه بکن که جذوتها مستعره، پاره های آتش اون مستعره فروزانه. خب فی ها زیاون و به ها حرارتون منتشره، نور و روشنی از آن است، در آن است و به وسیله آن گرما و حرارت پراکنده میشه. زیا بچه به معنی روشنی. میگه در اون خورشید روشنایی هستش و به وسیله این روشنایی حرارتی پخش میشه، حرارت و گرمایی منتشر میشه، پراکنده میشه. ما از نور خورشید استفاده میکنیم، از گرمای اون هم استفاده میکنیم، یعنی شرط بقای انسان ها روی زمین همین دوتا ویژگی خورشید هستش، وگرنه اگر نور و حرارت اون نبودش انسان ها روی زمین از بین میرفتن. اینها ویژگی هایی هستش که خداوند در خورشید قرار داده، و در حالا ابتدای شعر هم خوندیم این ویژگی های خاص باعث حیات ما میشه که این ویژگی ها در درخت و میوه اون قرار داده شده بود. حالا منزل لذی اوجده ها فلجو مثل شرره، این کیست که آن را در فضا مانند اخگر یعنی پاره آتش پدید آورده است. کلمات این بیت رو ببینیم با هم دیگه، اوجده پدید آورده است، یا میتونیم بگیم پدید آورد، چون که ماضی رو هم به صورت ماضی ساده هم به صورت ماضی نقلی ترجمهش میکنیم. شرره به معنی اخگر، اخگر هم همون پاره آتشه. حالا کلمه به کلمه ترجمه کنیم. دوباره منزا یعنی این کیست، این کیست که آن را یعنی خورشید را در جو یعنی هوا در فضا مانند اخگر شراره آتش اوجده پدید آورده است. جوابشو الان همین الان با هم دیگه بگیم. خداوند هستش، زاکه هو الله الذی انعمه منهمره، آن همان خداوندی است که نعمتهایش ریزان است. کلمات جدید زاکه که توضیح دادیم در ابتدای درس، زاکه همون زالکه هستش یعنی آن، انعمو جمع مکسر نعمه یعنی نعمتها، و منهمه رم یعنی ریزان. حالا میتونیم کلمه کلمه با همدیگه ترجمه کنیم، آن همان خداوندی است که نعمتهایش ریزان است، یعنی فراوان خداوند این نعمتها رو در اختیار انسان قرار داده. پس فهمیدیم چه کسی اینها رو خلق کرده، هرچند که میدونستیم حالا در قالب شعر داریم جواب میدیم به اون سوال. زو حکمتن بالغتن و قدرتن مقتدره، دارای حکمتی کامل و نیروی توانمندی است. کلمه جدید این بیت
بالغه به معنی کامل. حالا با هم دیگه ترجمه کنیم. زو بچه ها به معنی دارا، صاحب. حالا میخواد چه کلمه زو بیا، چه زا چه زی. زو، زا و زی هر سه تا به معنی دارای، صاحبه. دارای حکمتی کامل، موصوف صفت. دو تا کلمه که مثل هم دیگه هستن، هم مفردن هم مؤنثن و هم حرکتاشون شبیه هم دیگه است. دارای حکمتی کامل و قدرتی مقتدره، توانمند است. پس صفات خدا رو هم داریم میشماریم، حکمت کامل، قدرتی، توانمند. انظر الى اللیل فمن اوجد فیه قمره، به شب نگاه کن پس چه کسی ماهش را در آن پدید آورد. کلمه به کلمه به نگاه بکنیم. به شب انظر، نگاه کن. فمن، پس چه کسی اوجد فیه قمره، در آن ماهش را پدید آورد. بعد از اینکه خورشید پرداختش الان داره میپردازه به ماه، که چه کسی ماه رو در شب در آسمان پدید آورده. و زانهو به انجمن کدرر المنتشره، و آن شب را با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده زینت داد. کلمات جدیدش زانه که فعل مون هستش یعنی زینت داد، دورر که به معنی مرواریدها هستش، مفردش میشه دور، جمع مکسرش دورر یعنی مرواریدها. حالا کلمه به کلمه میتونیم ترجمه کنیم، و آن را یعنی شب را با ستارگانی انجم، ستارگانی مانند مرواریدهای پخ شده پراکنده شده، انزانه زینت داد. در بیت قبلی به ماه پرداخت که در شب پدید میادش، و در بیت بعدی هم داره ستارگان موجود در آسمان رو که مانند یک مرواریدهایی در دل آسمان هستن بیان میکنه شاعر، و خیلی زیبا و توانمند این کارو کرده. ونظر الى الغیم فمن انزل منه مطره، و به ابر نگاه کن پس چه کسی از آن بارانش را نازل کرد. غیم به معنی ابر. بچه ها ما قبلا در سال گذشته سحاب رو خونده بودیم، سحاب میشد ابر. الان یاد بگیر که غیم هم به همون معنا هستش، پس اینا مترادف معنایی هستن، سحاب با غیم به معنی ابر. انزله هم یعنی نازل کرد، فرو فرستاد. حالا میتونیم ترجمه کلمه کلمه رو با هم دیگه بگیم. و به ابر نگاه کن، فعل امر انظر، و به ابر نگاه کن پس چه کسی از آن بارانش را انزل نازل کرد. انزل نازل کرد، انعم نعمتها، اوجد پدید آورد، بالغ کامل، جزوه پاره آتش، جهز مجهز کرد، منحمره ریزان، یخرجو در می آورد، دورر مرواریدها، و این من و این کیست، ذات دارای، ذاک آن، زانه زینت داد، نذیره تر و تازه، شراره اخگر، زیاء روشنایی، قصون شاخه ها، غیم ابر، قل بگو،
مستعیره فروزان، نمت رشد کرد،